میگم همه فارسی زبانان در سراسر گیتی که بر بیننده برنامه های هفتگی جنبش رنسانس ایرانی هستند و همینطور درود و خوش آمد میگم به دکتر آرتیمیس اهورا. آرتیمیس جان خوش آمد. درود بر شما بانو افسانه گرامی و درود به همه بینندگان و شنوندگان و علاقمندان برنامه های جنبش رنسانس ایرانی. سپاسگزارم. بانو آرتمیس، مصیبت پشت مصیبت، بلا و گرفتاری پشت بلا با وجود حکومت جمهوری اسلام. با توجه به بارش هایی که اخیراً در ایران انجام گرفته و سیل هایی که در کشور در نقاط مختلف ایران جاری شده و خسارت بیشماری که هم از نظر جانی هم مالی به هموطنامون زده، میخواستم نظر شما رو در مورد مدیریت بحران یا بیکفایتی مسئولان جمهوری اسلامی در مدیریت آب سطحی در داخل کشور بدونم. این مسئله اول بود. و اینکه در مورد بهبود زیرساخت ها، آیا با وجود جمهوری اسلامی امکان بهبود شرایط یا همون مدیریت بحران یا کنترل اوضاع چه از نظر جانی برای مردم ایران چه از نظر مالی امکان پذیر هست؟ در خدمت. سپاسگزارم ازتون بانو افسانه. همون جوری که شما واقعا اشاره کردید، این رویداد تازه اتفاق افتاده سیل و اون همه خسارتی که به مردم ایران خورده، حالا چه از نظر فیزیکی، از نظر خونه ها، ماشین ها، زمین های کشاورزی و کلن از بین بردن در واقع بسیاری از جاها، جاده ها، خیابان ها، پل ها و امثال هم، و هم از نظر خب تلفات جانی که داشته و بیکفایتی که مسئولین درباره سیلی که دیدیم انجام دادن، خیلی اولا متاسفیم و واقعا جای بسیار افسوس داره برای کشور انقدر ثروتمند که حتی کوچکترین و ساده ترین بنیان های در واقع مدیریت اتفاقات یا رویدادهای طبیعی رو نداره. برای که این جستار رو آغاز بکنیم، اول یک بررسی دانشی درباره سیل و شیوه های کنترل و مدیریتش در جهان رو توضیح میدیم، بعد میایم به ایران میپردازیم که ببینیم وضعیت ایران چگونه است. خب ما میدونیم که سیل، به ویژه سیل های شهری، یک تهدید فزاینده است برای مردم، حالا هم اموالشون هم عملکرد سیستم های زیرساختی که به هم دیگه مثل زنجیره وابسته هستن در بسیاری از شهرها، همه اینها رو میتونه خراب بکنه. این سیل هایی که داره در جهان این روزها اتفاق میفته، خب یه مقدارش ناشی از تغییرات آب و هواست و بارندگی و اینها، ولی بسیاری از اینها به خاطر برنامه های سریع و فزاینده توسعه شهری است یا روش های مهندسی قدیمی و عقب مونده که به روز نمیشه و در واقع بسیاری از جاها آبهای سطحی رو نمیتونن مدیریت مناسبی بکنن به خاطر نساختن زیرساخت های مدرن کنترل آبهای سطحی و کنترل به اصطلاح جریان های آب ناگهانی که حالا میتونه در سر بارندگی ها باشه یا شکستن سطح ها باشه یا امثال این، و همه اینها در واقع یک عواقب خیلی قابل توجهی دارن برای آینده شهرسازی. هر جایی که سیل اتفاق میفته در جهان، کشورها میان و آغاز میکنن به رفع نواقص شهرسازی و رفع مشکلاتی که در واقع در منابع آبی، کنترل آبهای زیرزمینی، روی زمینی، رودخانه ها، منابع تامین آب خوراکی، فاضلاب ها و غیره و غیره شروع میکنن اینها رو بازبینی میکنن و رفع نقص میکنن و خیلی از اینها رو بازسازی میکنن. به طور کلی مهندسی های گذشته برای کنترل آبهای سطحی در صورت سنتی در جهان بهش میگفتن زیرساخت خاکستری، یعنی لوله ها یا به اصطلاح این کانال های حمل و نقل آب یا آبراهه ها یا به اصطلاح چیزی که اینجا بهش میگن بایوها، مثل یک به اصطلاح بسترسازی هایی برای مسیل های
هایی برای آبهای ناگهانی در شهرها باید تعبیه بشه، کانال های بسیار بزرگی که آبهای ناگهانی رو بتونن هدایت بهش بکنن و جلوی تخریب به اصطلاح خیابان ها، جاده ها، خانه ها و از بین رفتن متروها و غیره رو بتونن بگیرن در شهرها. خب این روش خاکستری که بهش میگن یا به اصطلاح زیر ساخت های خاکستری، اون سیستم های راه آب و لوله و اینها بوده. اما جدیداً زیر ساخت های سبز هم یا سبز آبی هم به این نوع بازسازی ها یا این نوع زیر ساخت سازی ها برای کنترل آب های سطحی اضافه شده، افزوده شده. این کانال ها یا زیرساخت های سبز برای کنترل روان آب ها یا جریانات سریع آب طوفانه که باغ های بارانی رو می سازن یا به اصطلاح بیو انسر ها، روش های بیولوژیک و سبز و گیاهی و کشت و زرعی در واقع برای کنترل اینها. و حالا اینها اثری که داره این شیوه های جدید برای بازیابی چرخه طبیعی آب و برای افزایش نفوذ آب ناگهانی مثل آبهای سیلابی، طوفانی و اینهاست و برای ایجاد کردن در واقع چرخه برای تبخیر و تعرق. در واقع اینها با هم باید کار کنه، شیوه های گذشته از طریق راه آبسازی، کانال ها و لوله ها، لوله کشی ها و لوله های بزرگ با زیر ساخت سازی های سبز یا زمین هایی که اضافه بشه به زمین های شهری برای از نظر پوشش گیاهی و از نظر نوع گیاهکاری و درختکاری هایی که بتونه آب های زیادی رو بکشه به خودش و ببره پایین. هنگامی که در یک شهری بیشتر حالت خیابان و اتوبان و جاده و ساختمان وجود داشته باشه، خب آب نمیتونه به موقع از سطح جذب زمین بشه و اون به اصطلاح اسفالت و بتون و موزاییک و ساختمان ها و راه های گوناگون جلوی فرو رفتن آب رو میگیرن و این آبها روان میشه بر سطح خیابان ها و کوچه ها و حتی روان میشه به سوراخ های متروها و به اصطلاح خسارت های بسیار بسیار هنگفتی میتونه به شهرها و مناطق مختلف بزنه. اما این سیستم جدید در واقع یک انعطاف پذیری بیشتری داره برای اینکه هزینه ها رو میاره پایین و علاوه بر اینکه جلوی روان شدن آب سیل رو میگیره، مزایای بسیاری داره برای اینکه به اصطلاح هم هوا رو بهتر میکنن، هم گیاهان پربازده تری رو میتونی در سطح زمین بکارین که به اصطلاح پارک ها یا فضای سبز های گسترده تر و گله گله در همه جای شهر باید اینها پخش بشن. در واقع حتی میتونیم بگیم که این نوع فضاسازی های سبز در مابین در فواصل مشخص و مابین اتوبان ها و جاده ها و خیابان های شهری و ساختمان های بزرگ موجب میشن که در واقع نوعی تسویه آب هم انجام بشه، برای اینکه بسیاری از اوقات این سیستم های آب هایی که این گونه را میافتن با خودشون فلزات سنگین بسیار و آلودگی های بسیاری راه میارن که اینا میتونه به تصفیه خانه ها و چاه ها و آب های زیرزمینی مثل قنات ها و راب های گوناگون هم وارد بشه و حتی آب های محل سکونت مردم رو، آب های آشامیدنی رو آلوده بکنه. و ما میدونیم که به هر حال آلاینده های بسیاری باکتری، فلزات سنگین آلاینده ها و زباله ها و اینها رو روان بکنه به مناطق مسکونی و آبهای آشامیدنی و این بتونه مشکلات بعد از طوفان رو حتی خیلی خیلی افزایش بده، بعد از سیل، بعد از طوفان، بعد از بارندگی های شدید رو میتونه افزایش بده. برای همین مهم هست که بسیاری از جوامع ما میبینیم در دنیای مدرن در حال نصب سیستم های زیرساخت سبز هستن تا در واقع ظرفیتشون رو برای مدیریت آب های سطحی و طوفان ها و سیل ها و بارندگی های شدید تقویت بکنن و هم مزایای زیست محیطی فراهم بکنن، هم اجتماعی هم اقتصادی.
در واقع آب طوفان در جایی که میریزه این فضاهای سبز اینها رو فیلتر میکنن و جذب میکنن، در واقع یک سری در واقع روسازی های نفوذ ناپذیر شهر رو به بسترهای نفوذ پذیر و برداشت و استفاده مجدد از این آبهای طوفانی یا حتی محوطه سازی های برای ذخیره آبهایی که یک بو وارد یک شهر میشه به صورت طوفان، سیل، بارندگی شدید بکنن و اینها موجب میشه که این آبها رو بعدا بشه استفاده کرد دست کم برای مصارف کشاورزی، آبیاری های فضای سبز شهرها و اینها موجب میشه که مثلا یک شبکه‌ای درست بکنن در برابر مثلا خیابان‌ها یا جاده‌ها، فضای سبزهای در اطراف همه جا ساخته بشه و زمین‌هایی که روش اسفالت یا بتونارمه یا به اصطلاح موزاییک کاشی و امثال هم نباشه، میتونیم هکتارها فضای پارک باز در خارج از مرکز شهر بذاریم در اطراف شهرها و همچنین به صورتی که هر قسمتی از شهر رو که میخوان ریدیولوپمنت بدن یا بازسازی مجدد بکنن به اصطلاح تالاب یا فضاهای برای حالت فضاهای وحشی از گیاهان وحشی که میتونه در اون اقلیم حتی اگر اقلیم خشک باشه زندگی بکنن، گیاهای مقاوم به حتی بیابی کاشته بشه و فضاهای نزدیک مجتمع‌های مسکونی بزرگ رو تبدیل کنن به پارک‌های محله‌ای و جاهایی که در اونها یک جاهای مثل برکه‌های طبیعی ساخته بشه که در همچین مواقع اینها بتونه پر آب بشه و حالت آبخیزداری، طرح‌های آبخیزداری در واقع باشه و اینو میتونیم حتی در فضاهای ساحلی، در تالاب‌های عادی و در دامنه‌های شیبدار کوه اینها رو سبز بکنیم و فضاهایی مثل برکه‌هایی درست بشه که آب‌های زیادی بریزه توی اونها و زمینش قابل جذب کردن اون آب‌های اضافی باشن و اینها هم هوا هم آب شهرها رو تمیزتر میکنن و زیستگاه های متنوعتر و فضای سبز های بهتری برای شهرها فراهم بکنن. در واقع میتونیم بگیم در جهان امروز مدیریت آبهای سطحی دستخوش یک تحول یا یک پارادایم بزرگی شده که میتونیم به اصطلاح زندگی با آب رو بگیم آوردن در محیط های مسکونی و شهری و این در واقع زهکشی های پایدار ایجاد میکنه برای اینکه جاهایی که درخت ها هستن و بینشون حالت بایو یا حالت مسیل های بزرگ گذاشته میشه اینها به طور پایدار همواره اونجا خواهند موند و به خاطر درخت هایی که اونجاها هستن همواره اینها یک فضای قابل جذب و قابل مدیریت آب سطحی به صورت اتوماتیک اونجا میمونه و فضای چند منظوره در واقع ایجاد میکنه. از طرفی تخریب زیستگاه های حیوانات رو در مناطق شهری هم کنترل میکنه، یعنی این که شما میتونید در جاهایی که حالت پارک یا حالت فضای سبز ها یا مسیل های آب هست که توی اونها میتونه از خار و خسک در بیاد تا چمن یا گل یا گیاهایی کاشته بشه مثل زرشک یا امثال هم، اینا هم یه منابعی است که به صورت رایگان در اختیار همه مردم قرار میگیره توی شهرها. از نظر فضای سبز هم این که در واقع مهندسی طبیعت در شهر رو ایجاد میکنه و یک همچین چالش هایی که ندونیم با آبهایی که روان میشه توی خیابان ها و اتوبان ها و نمیدونم پیاده روها و جاهایی که زمین غیر قابل نفوذه نمیدونیم با این آبها چه کار بکنیم، میتونیم اینها رو در گوشه گوشه شهر گسترش بدیم. در واقع مدیریت سیل طبیعی به خاطر اینکه شهرها به صورت فشرده تر دارن ساخته میشن و سواحل دارن فرسایش پیدا میکنن و زمینها داره بسیار از بین میره در کشورهایی که در حال توسعه هستن و سیاست گذاری های مناسب ندارن و
برای نگهداری زمین‌های کشاورزی، برای نگهداری جنگل‌ها و فضاهای سبز و پارک‌های طبیعی کشورها. می‌بینیم که زمین‌های کشاورزی رو تکه تکه می‌کنن، می‌فروشن، تبدیل به ساختمان‌سازی و ویلاسازی و شهرک‌سازی می‌کنن و جنگل زدایی می‌کنن، جنگل‌ها چوب‌های درخت‌ها رو می‌کنن و می‌فروشن، یا اینکه جنگل‌ها رو تبدیل می‌کنن به مراکز مسکونی و ویلاسازی، یا می‌بینیم که حوضچه‌های آب‌های طبیعی رو خشک می‌کنن و لایروبی به موقع نمی‌کنن و مرداب‌ها رو از بین می‌برن، و تمام اینها موجب میشه که می‌بینیم که در سراسر کشور چشم‌اندازهای روستایی، کشاورزی و شهری روز به روز داره خشک‌تر، خالی‌تر و فقیرتر میشه و دشت‌های در واقع ایران داره از بین میره و مسیل‌های آب از بین میره، و در نتیجه اینها موجب میشه که تغییر در طبیعت به طور طبیعی، اون چیزی که وجود داره از بین بردن اینها موجب میشه که جاری شدن سیل و فرسایش ساحل ها و گوشه های رودخانه ها، کناره های رودخانه ها، اینها به مرور خیلی بیشتر و شدیدتر بشه و اینها خیلی طول میکشه بازیابیشون اگر که به موقع برای اینها برنامه ریزی نشه. در نتیجه ما یک سیستم هماهنگ و برنامه ریزی شده میخوایم برای اینکه حوزه‌های آبریز آینده رو مقاومتر بکنیم، برای اینکه چالش فضاهای کشاورزی و روستاها و شهرها رو از سر فضای سبز و زمین‌های بدون اسفالت و بدون به اصطلاح بتون و کاشی و امثال هم بتونیم بیشتر بکنیم و جلوی از بین رفتن خاک رو بگیریم، حالا چه در شهرها چه در روستاها. یک سیستم هایی 4-5 تکنیک به عنوان استراتژی در سطح جهان معرفی شدن برای کنترل سیلاب های طبیعی، و یکی از نخستینش این هست که تکنیک های جدید، یعنی در واقع احیای شهر و روستا به طور هماهنگ و زنده کردن فضاهای سبز و آبراها و برکه ها و جاهایی که مسیل های گوناگون گذر آب باشه نباید پر بشن و اینها باید دوباره ساخته بشن در جاهایی که از بین بردن و بتونن اینها رو احیا کنن. دومین کاری که معمولا باید بکنن اینه که در واقع سیاست میشه گفت برنامه ریزی اینها رو در همه دورترین مناطق شهر و روستا اینها رو ببرن، فقط اینو نیان در مرکز یا شهرهای بزرگ انجام بدن. این کار باید توسط مقامات محلی، مالکان زمین، شرکت‌های خدمات شهری و همچنین توسعه دهندگان و مهندسان برای شهرسازی و روستاسازی و جاده سازی، تمام اینها باید به طور هماهنگ یا کوردینیت با هم کار بکنن و هزینه‌های تعمیر و هزینه‌های نگهداری میان مدت، بلند مدت و در واقع روش های مختلف ایمن سازی شهرها و روستاها باید برنامه ریزی براشون بشه، و این کار با یک چنین حکومتی که ما در ایران داریم میبینیم مطمئنن قابل انجام نیست. چرا؟ برای که میبینیم جمهوری اسلامی نه تنها یک ذره به فکر نجات ایرانیان از پیامدهای این دست درازی هایی که به محیط زیست شده و به زندگی ایرانیان شده نیست، بلکه جیب های گشادی که در واقع در مقابل خانه خراب شدن میلیون ها انسان داره در ایران از طریق فروش مراتع ملی، اراضی به اصطلاح طبیعی و نمیشه گفت پارک های ملی، سواحل روستاها و سواحل دریاها و سواحل مناطق کشاورزی میبینیم، در گوشه گوشه سواحل ایران داریم این اتفاق میفته و همه اینها رو دارن میگیرن، میفروشن به مالک ملکیت خصوصی و با ویلاسازی و ساختمانسازی و آپارتمانسازی در مسیرهایی که باید کشاورزی باشه، باید طبیعی باشه، باید کنارهای دریای آزاد باشه، همه اینها رو دارن زمینخاری، کوهخاری، جنگلخاری، مرتخاری، دریاچه ها، رودخانه ها و خاکخاری و همچنین حتی سدخاری
در این حکومت جمهوری اسلامی وجود داره و جاهایی که میبینیم سیلبندهای طبیعی رو اینها ویران کردن، مسیلهای آب رو پر کردن، بیکفایتی در برنامه ریزی های جاده سازی، پر کردن مسیلها و از روی اونها مترو و خیابان و بولوار و جاده کشیدن، همه اینها ویرانگریش خیلی خیلی بیشتر بوده از خود سیل. یعنی اقداماتی که بر در راه نابود کردن منابع طبیعی و ملی و شهرها و روستاها و سواحل و کوهستانهای ایران جمهوری اسلامی کرده، حتی تا سنگها و خاکها و شنهای ایران رو که برداشتن و حتی سنگریزه های کنار به اصطلاح رودخانه ها رو اینها بردن و فروختن، میبینیم که صدمه‌ای که به زیست بوم ایران، آسیب‌هایی که زدن بسیار بسیار ویرانگر و آنچنان آشکاره که دیگه خود حتی این حکومت و افرادی که در این هستن هم ناچار شدن اعتراف کنن به این. نماینده گنبد کاووس در مجلس مثلا برگشت گفت جنگل ها را غارت کردیم، کوخاری و جنگل خاری کردیم، در مسیر رودخانه ها خانه ساختیم، شهرداری ها حریم ها را فروختند و این پول خون کودک و زنی بود که قرار بود در آینده سیل آنها را ببرد. و آقای رئیس جمهور، شما و همه نمایندگان مجلس همگی متهم هستین، اگر به خود نیاییم سیل خود ما را هم خواهد برد. اون وقت شما جالبه که میبینید در همچین حکومتی اون به اصطلاح رهبر مملکت میاد میگه حوادثی که ظاهر بلا داره اگرچه باطنش بلاست ولی در ظاهر نعمت و عطای الهی است. یعنی سیل که میاد رهبر این مملکت، اون رهبر به اصطلاح خامنه‌ای برمیگرده میشینه و اینجوری درباره کشور صحبت میکنه، به جایی که همدردی بکنه و به جایی که بیاد و مسئولین رو مؤاخذه بکنه. و جالبه که رئیس جمهور برمیگرده میگه اصلا باران خودش نعمت خداست، با اینکه برای همه ما مشکلات و سختی ایجاد کرده اما خداوند جبران میکنه. یعنی انگار نه انگار که این کشور باید یک دولتی داشته باشه، دولت باید برنامه‌ریزی بکنه، افراد دارن پول نفت این ملت رو میخورن و میچرخن و باید بر اون کشور کاری بکنن. نه تنها زیرساختی نمیسازن، نه تنها برنامه‌ای ندارن، بلکه همه چیز توکل به خدا و خدا خودش حالا بیاد برای ما جبران بکنه. و یکی از مقامات وزارت کشور مدیریت بحران درباره مشاهداتش از سفر به 3 تا استان و دستاوردهای سیل اینجوری گزارش میده، میگه حتی مردمی که آسیب دیده بودن از این قضیه اظهار خوشحالی کردن. مثلا به نظر میرسید که خدا وکیلی درخت ها کاملا شسته شده بود و یک تراوت دیگری گرفته بود، در همه رودها آب جاری بود و هم خوشحال بودن. شما ادبیاتی سراغ دارین در جهان به این درجه از واقعا پررویی و وقاحت و فرومایگی بیان و مردم رو، مردمی که کشته شدن، بی خانمان شدن، زمین کشاورزیشون، حیوانشون، ماشینشون، زن و بچهشون تو این روزگار از دست رفته، در همچین روزهای سختی بیان بگن مردم خوشحال بودن، درختان تراوت گرفته بود. بنابراین میبینیم این حکومت اصلا مدیریتی نداره رو هیچی، چه برسه مدیریت بحران، که چه برسه این بحرانی که میخواد مدیریت بشه حالا بهبودم پیدا بکنه. و در واقع از بودجه های کلانی که تو مملکت شما میبینید، فقط بخشی از این بودجه ها رو من براتون میگم که داره صرف چی میشه به جای ساختن زیر ساختا. بودجه مرکز خدمات و حوزه های علمیه، جایی که مرکز تولید کردن و پرورش همین آخوند و به اصطلاح کارخونه تولید آخوندشونه، 85 برابر شده امسال. بودجه مرکز خدمات و حوزه علمی امسال 85 برابر شده. بودجه مرکز نشر آثار خمینی 3 برابر شده امسال. بودجه جامع المصطفى العالمیه که نهاد پرورش آخوند و خرافه و تبعیت تروریست اسلامی 16 برابر شده. بودجه های امثال اینها برای نمیدونم چاپ و انتشار آثار اسلامی، روایات و حدیث، نمیدونم این به اصطلاح دارالمسائل، نمیدونم چی میگن از این چیزهایی که خود اینا مرتب این بر اون بر دارن منتشر میکنن برای این خزعبلات آخوندی که به اصطلاح داره چاپ میشه در کشور، و اینها رو ول کنید. حالا بودجه هایی که دیگه خرج نمیدونم زنان بیوه لبنان و فلسطین و سوریه داره میشه،
فرستاده میشه بماند، بودجه هایی که برای ساختمان سازی برای فلسطین و لبنان و سوریه ساخته میشه بماند، بودجه هایی که برای کارهای تروریستی مثل همین سپاه قدس و حشد الشعبی و امثال این گروه های تروریستی اخوان مسلمین و این حرفا که میفرستن این بر اون بر، من نمیدونم دیگه با احسابشون، خودتون میدونید در تمام این کشورهای تروریستی خرجشون میشه، بماند بودجه هایی که فرستاده میشه برای صدور اسلام و صدور دین اسلام و تبلیغات اسلامی در کشورهای گوناگون، مسجد و مهدیه و حسینیه ساختن در اروپا و آمریکا صرف میشه بماند. و خب معلومه که دیگه همین بودجه هایی هم که تو کشور میمونه میبینین که بین خودشون و آقازاده هاشون به اصطلاح داره پخش میشه و دزدیده میشه. حالا من سه نمونه از کارهایی که نابخردانه، میخوام بگم از بیکفایتی، بیدانشی و بیسوادی و عدم مدیریتی که در تمام سطوح گوناگون این حکومت وجود داره، یکیش نمونه سیل آقلا در استان گلستان بود. شهر آقلا زیر آب رفت و همون دلایلی که بالا اشاره کردیم و ریل به خط آهن طولانی که قبلا سپاه ساخته بود 3 متر این ریل ارتفاع داشت و از قبلش هم میدونیم که برای خودشون انتقال به اصطلاح صادرات وارداتی که میدونیم خود سپاه انجام میده و هیچ مالیاتی هم به هیچ کس در کشور ایران نمیده، به دولت حتی نمیده، این 3 متر ریل آهنی که ساخته بودن مانع عبور آب میشد و دشتای وسیع کنارش خشک شده بود و شهر موقعی که سیل اومد این 3 متر خاکریزی که برای ساختن راهن ریخته بودن بدون برنامه‌ریزی و بدون در واقع تحقیق و بررسی دانشی درست و مهندسی درست موجب شد که شهر آقلا رفت زیر در واقع آب و مردم دست به کار شدن تا با دست خالی آب راه باز بکنن و به جای اینکه حکومت پول و بولدوزر و نمیدونم بیل مکانیکی و امکانات در اختیار مردم بذاره، همه جور در واقع مانع هم ایجاد کردن در برابر مردم که نتونن مردم به پروژه به اصطلاح سپاه پاسداران دست درازی کنن و بتونن خراب کنن، یه راه آبی وا کنن و در نتیجه زندگی انسان‌های زیادی در اونجا رفت زیر آب و مردم خونه خراب شدن. نمونه دومش جنگل‌های گرگان بود و در واقع جنگل‌خواری که آخوندها در اونجا کرده بودن و در ورودی بخش‌های از جنگل‌های گرگان تابلوهای مدت‌ها گذاشته شده بود که مردم توجه می‌کردن و براشون عجیب بود که نوشته بودن به دستور آیت الله نور مفیدی، همچین چیزی بود، نصب شده بود، به مردم اطلاع میداد کلیه عواید درختانی که میبریم، درختانی که از جنگل‌های گرگان که از مهمترین جنگل‌های هیرکانی و نمونه نداره در جهان بریده میشد، نوشته بودن این هزینه، یعنی این عواید سودی که از اینها به دست میامد برای حوزه علمیه گرگان مصرف میشه. حالا این آیت الله کی بود؟ امام جمعه گرگان، نماینده ولی فقیه در استان گلستان. در واقع بهش میگفتن آیت الله جنگل خار. معروف بود به این در گرگان و با ده ها نهاد گوناگون و ارگان به نام خودش و به اصطلاح این آخونزاده هاش و بیت خودش به اصطلاح هزینه حوزه علمیه به نام هزینه حوزه علمیه ثروت های نجومی نصیب خودش و خانوادش شد. و بعد از اعتراض مردم منطقه، مردم بومی و مردم یورش بردن به جنگل ها و به اصطلاح چی بگن اعتراضاتی که کردن و حمله که کردن، باندبازی های درون حکومتی موجب شد که یه لایحه‌ای به نام تنفس جنگل ها به مجلس ببرن، ولی با زور همین آیت الله و امام جمعه این لایحه نه تنها در واقع تصویب نشد، بلکه در واقع در مجلس همینجور راکد مون تا سالها و بعدم که دیدیم که سالها پیش احمدی نژاد به جنگل‌های زیبای نهارخوران
در گرگان یورش برد و مجوز قطع درختان این بخش جنگل رو صادر کرد که به جاش موزه دفاع مقدس بسازن. بعدم تا اومدن مردم اعتراض بکنن، بنیاد حفظ و به اصطلاح نشر ارزش های دفاع مقدس 10,000 متر از زمین های ارتفاعات جنگل های طبیعی و دست نخورده نهارخوران رو در واقع گرفت و جنگل رو ویران کرد و تپه نور و شهدا اومد جاشو گرفت. یعنی بلا فاصله میبینیم که قشنگ میخورن و یه آبم پشتش، و این اتفاقات خب موجب شد که جنگل های نهارخوران گرگان هم از بین بره. نمونه سومش دروازه قرآن شیراز بود، اون اتوبانی که ساختن که دروازه قرآن رو کردن به اصطلاح گذاشتن کنار و در کنارش یه اتوبان ساختن برای عبور و مرور. خب ما مسیل و بستر رودخانه بود که خشک کردن، و اگر یادتون باشه چند سال پیش این به اصطلاح این کاری که این پروژه، خب میدونید که همه این پروژه هم بین خودشون و آخوندزاده ها و دستن در کاران سر این سفره بخور و به چاپ حکومت قسمت میشه، آمدن و خانه ساختن اونجا و نمیدونم اتوبان ساختن و نمیدونم ساخت و ساز کردن، که دیدین اون سیلی که اومد عید تقریبا فکر کنم 5 سال پیش بود در شیراز و کل اون منطقه رو جارو کرد، برد خونه های مردم و کلی از انسان ها رو اونجا کشت. حتی توریستایی که دور بر دروازه قرآن اومده بودن، چادر زده بودن، همیشه نوروز ها می اومدن، همه اینها غرق شدند و در واقع هیچ کس نه به مردم پاسخگوست، نه خسارتی بابت جان و مال مردم پرداخت میشه از سوی این دولت دوست، و نه کسی هرگز عذرخواهی میکنه حتی از مردم. بنابراین میبینیم ما با یه حکومتی طرف هستیم که حتی نه تنها مردم ایران رو 44 سال قلع و قمع کرده، اعتراضات مردمی، شورش ها، اعتصاباتی که کرده، خیزش های مردم و همه اینها رو، بلکه با یک حکومتی طرفیم که از زمین تا هوای مملکت رو داره میبره، میدزده، میفروشه و به کسی حساب پس نمیده و ثروت‌های نجومی و میلیاردها دلار پول در خارج از کشور اینها خودشون و خانواده‌هاشون تو بانک‌های سوئیس و این طرف اون طرف گذاشتن، یا اینکه در این بر و اون بر به اصطلاح جهان اینها رو سرمایه گذاری کردن و هیچ کس هم نمیتونه از اینا بازخواستی بکنه و هیچ مرجعی هم در دنیا دنبال اینها نیست و اکثرشون حتی فرزندانشون رفتن پاسپورت های کشورهای دیگه یا خودشون گرفتن و نام های دیگری هم دارن و اینها حتی شاید بعدن قابل پیگیری و ردگیری و رهیابی هم نباشن. بنابراین ما در یک چنین کشوری که به جای اینکه زیرساخت ساخته بشه، به جای اینکه سازمان‌های کمک‌های بحران براشون ساخته بشه، امکانات کافی مثل هلیکوپتر، مثل انواع اقسام امکانات مواجه شدن، چادرهای گوناگون، سکنا دادن مردم، نجات دادن مردم از بلاهای طبیعی داشته باشه، همون چیزی هم که کشور در برابر بلاهای طبیعی داره به طور طبیعی هم از بین میبرن. مسیل‌هایی که هست، درخت‌هایی که هست، جنگل هایی که هست، راهبه هایی که هست و جاهایی که باید کشور رو حفظ بکنه حتی از بین بردن، و این کشور داره روز به روز بیشتر دست و پا میزنه در بحران های گوناگون و ما اصلا نمیتونیم در چنین کشوری که حتی زیرساخت های پیشینش، یعنی اون زیرساخت های کهن و قدیمی چند هزار سالش، مثل به اصطلاح این قنات ها و راهابه های قدیم و سطح های خاکی قدیمی و هر آنچه که در حتی هزارهای پیشین توسط نیاکان ما ساخته شده رو، اینها همه رو از بین بردن و بنابراین میبینیم که در جایی مثل مثلا یزد که مشهور بود به داشتن قنات ها و راهاب های زیرزمینی گوناگون، از بس که تمام اینها رو خراب کردن و لایروبی نکردن و اینها از دست رفت و پر شد، دیگه هیچی نمونده که مردم ایران رو در مواقع بحرانی حتی به طور طبیعی یا به طور سنتی حفظ بکنه. بانو افسانه، اگر که صحبتی یا پرسشی دارید خواهش می‌کنم بفرمایید. خواهش میکنم، میگه از کوتاهی ماست که دیوار بلند است.
ما سال هاست همه اینها رو میدونیم، هم مردم ما همه اینها رو میبینن، همه اینها رو میدونن، اما همچنان ماه محرم، محرم که دیگران جدن میگن این محرم و سفر است که آخوند و جمهوری اسلامی را زنده نگه داشته، به من الان چون این ایام محرمه این چیز به ذهن من اومد، همچنان همه این مصیبت و امامزاده ها رو تو آب و فاضلاب برداشته برده، آخوند و جمهوری اسلام و خود اسلام دستش رو شده برای مردم ایران که ما فکر میکنیم رو شده، ولی همچنان این جماعت دوباره میگن حس یزید دو تا پسرم و هم دیگر رو کشتن، ملت ما با قمع و زنجیر و چوب و کتر میفتن تو کوچه، یادشون میره که الان زینبی که این همه دارن ازش آخوند داره ازش قهرمان میسازه، اسطوره میسازه به عنوان نماد آزادگی یا همون مظلومیت، الان خواهر فرزاد انصاری که در بدره، مادر پویا بختیاری که از این زندان به اون زندان منتقل میشه، اینها نماد مظلومیت و ستمگری آخوند به این مظلوم ها هستش. مردم ایران به جای اینکه برداری بری زنجیر بزنی رو سر سود کمر خودتو، قمه بزنی تو سرت که امیدوارم اینقدر درست و حسابی بزنی که نسل منقرض بشه و ایران از شر شما مزخرف دوستان و آدم های مزهک واقعا شو مزهک را میندازن خلاص بشه و راحت بشه و نسلی تو ایران پدیدار بشه که دنبال آبادانی، آزادگی و آزادی باشه. من میخوام بدونم که اگر این جماعتی که همین، من اول تسلیت میگم ما رو آفتیمیست به همه ایرانیایی که واقعا به خاطر سوء مدیریت جمهوری اسلامی باعث شده که هر ماه نه هر هفته نه هر روز دچار ضرر و زیان بشن، منتها اینجاست که ما باید به یه میزنیم به آخوند، به جمهوری اسلامی، به خودمونم باید میگن یه سوزن به خود جوال دوست به خودت بزن، یه سوزن به طرف مقابله. خب آخوند که هزاران هزار بار گفتیم آخوند شیوه شگر و مأموریتش خراب و ویران کردن ایرانه و چیزی هم که الان روش سوار شده رو مردم تونسته از این طریق سوار بشه همون خرافات و دین اسلامه. الان حداقل میتونستیم بابا دیگه ثابت شد که امامزاده اندازه یه دونه بز گر توانایی ندارن، الله هم نمیتونه نه جلوی سیل بگیره نه جلوی آتش سوزی رو بگیره، نه میتونه نور بهتون بده در شرایط گرسنگی، نمیتونه در شرایط کرونا و بیماری های دیگه بهتون شفا بده. پس این همه نادانی از کجا میاد بابا؟ چقدر خود الله دیگه خسته شده از ایرانی ها، میگه بابا ولم کنید دست اصلا من هیچ ببخشید هیچی نیستم شما دست اصلا، هر روز داره بهشون نشون میده با هر چیزی، طرف سیل داره میاد برش داره ببرتش بکن، میگه تربت امام حسین رو بریز تو آب تا سیل بند بیاد. من اگه اونجا بودم میگرفتم میندازم با تربتش تو آب تا یاد بگیره دفعه بعد امام حسین نجاتش بده. من میگم بانو آرتمیس تا وقتی که تمام این مسائل درست، اما تا وقتی که ما بازیچه دست این افراد این حکومت هستیم، ما که میگم داریم میبینیم اکثریت جمعیت ما الان دوباره تو خیابونا هستن، دوباره دارن نذری میدن، دوباره شعله زرد میخورن، دوباره قیمه دلشون هوای شربت آب لیمو امام حسین کرد. تا وقتی که ما را میدیم با آخوند اجازه میدیم با شعورمون به شعورمون توهین کنن و با شخصیتمون بازی کنن، مدیریتی در ایران صورت نخواهد گرفت، هیچ بحرانی در ایران به سامان نخواهد رسید و این خود ما هستیم که باید اول عبور کنیم از همین محرم و سفر و علی و حسن و حسین، بعدن یه فکری به حال میشینیم چهار تا آدم عاقل دور هم جمع میشن که تخصص دارن بقیه چیزها رو مدیریت میکنن، حالا کشور فروختن. ببینید تمام اینها همه اینا چرا 40 سال پیش 50 سال پیش این اتفاقات نمیافتاد؟ اگر زلزله هم میومد چند روز همه چی جمع میشد برمیگشت به حالت عادی. ما هنوز بم ساخته نشده، هنوز آبادان و خرمشهر هنوز مناطق جنگیش ترکشاش و دیوارشه. کدوم مدیریت بحران؟ کدوم مدیریت اصلا؟ هر کسی چون اساسا ما رو به عنوان انسان، یعنی دقیقا ما همون آخوندا همون تازیان هستن، ما هم همون اینا به چشم موالی ما رو میبینن، تمام ثروت ما هم که غنیمت اسلامه دیگه، اصلا ما براشون ارزشی نداریم. مردم ایران اصلا میخواد
هر روز تمام دام و مال و زندگی و زمین و زراعت و مردم آب برداره ببره، سیل ببره، طوفان بیاد، زلزله بیاد، زمین رانشون، اصلا برای اینا فرقی نمیکنه. ماها چجوری داریم زندگی میکنیم؟ این خود ما هستیم که باید به این نتیجه بسیم بابا چرا باید زندگی و خود و آینده خود و بچه رو بدیم دست یه مش کفتار که اصلا ما به عنوان انسان براشون ارزشی نداریم. درسته. بانو افسانه، یک نکته که در سیل اخیر قابل توجه بود، از اونجایی که میخوام بگم که چگونه این حکومت تعمد داره در کشتار مردم و از بین بردن ایرانیان، اصلا اطلاعی ندادن، یعنی آگاهی رسانی پیشین به عنوان هشدار که مردم فلان روز تا فلان روز، پیشبینی اون اداره هواشناسی در ایران همه دنیا نه فقط در ایران اطلاع داشتن که اینقدر میزان بارندگی در این منطقه جهان خواهد بود. حتی اگه اینا اداره به اصطلاح هوا و آب به اصطلاح هواشناسیشون هم کار نمی کرد، فقط کافی بود شما اخبارهای جهان رو نگاه کنید، همیشه دارن اعلام میکنن در این مناطق اینقدر تا اینقدر مثلا میلیمتر پیشبینی بارندگی میشه و همیشه در همه کشورهای جهان، حتی کشورهای در حال توسعه، یعنی حتی شما اگه برین تو مثلا مکزیک یا برین تو نمیدونم برزیل یا برین مثلا تو آرژانتین هم که کشورهای در حال توسعه هستن، باز شما نگاه میکنید که اخبار اطلاع میده به مردم از پیش، از چند روز پیش میگن داره اینقدر بارون میاد، نمیدونم مناطق فلان و فلان رو تخلیه کنین، بیاین برین جاهای مثلا برین هتل یا برین خونه های هم دیگه، برین جاهای دیگه، یا حتی براشون چادر میزنه از پیش شهرداری در مناطقی که مردمی که خطر سیل گرفتن در اون مناطق هست از اونجا تخلیه بشن، که حتی اگر یک سیلی اتفاق میفته و اون کشور واقعا وامونده، زیرساختی نداره برای زهکشی، برای آبارو جذب کردن، برای زیرساختهای کنترل و مدیریت آبهای سطحی، حداقل مردم کشته نشن. اگه قرار خونه ها خراب بشه یا زمینی کشاورزی هم خراب بشه، جان مردم و زندگیشون و بچه هاشون و حیواناتشون رو بتونن نجات بدن. و اگه مثلا فرض کنید این آگاهی رو میدادن زودتر، و من شنیدم که حتی دولت مخصوصا به اداره هواشناسی اطلاع داده بود که اصلا هیچ نوع خبری در مورد سیل پیش رو ندین، اعلام نکنید، یعنی اینا یک تعمدی دارن برای اینکه مردم دست دست کشته بشن و بیفتن توی مصیبت با از دست رفتن عزیزاشون یا اموالشون یا زندگیشون یا مزرعهشون یا هر چیز. برای چی؟ برای اینکه سر مردم مرتب باید با مصیبت هاشون گرم باشه و مردم نباید فکر کنن، نباید وقت داشته باشن که اعتصاب و اعتراض و نمیدونم خیزش کنن و بریزن بیرون و جایی رو آتیش بزنن و نمیدونم چهار تا آخوند رو بگیرن آویزون کنن و پدر اینا رو در بیارن. مرتب سعی میکنن بحران سازی کنن در کشور، حتی مواقعی میشه پیشگیری کرد و جلوشو گرفت، مثل اون جریان هواپیمای اوکراینی رو که خودشون زدن. اینا مرتب در حال ایجاد بحران و ناراحتی درست کردنن برای که مردم تا خرخره گرفتار مشکلات گوناگون از چپ و راست سیلی بخورن به توسط اتفاقات بعد و اصلا نفسشون بالا نیاد که مبادا اعتراض و اعتصابی بکنن یا خیزشی بکنن یا بخوان میلیونی بریزن بیرون و اینها رو از بین ببرن. و متاسفانه با یه حکومت کاملا بیرحم و صفاکی طرف هستیم که آدم میکشه، که جنایت میکنه، که شکنجه میده، که مردم رو خانه خراب میکنه و کشور رو به تاراج میبره، تا روزی که مردم ایران، میلیون ها ایرانی نریزن تو خیابون ها و اینقدر سیل مردم اینها رو ریشه‌کن نکنه، امکان نداره اتفاقی در این کشور بیفته که بتونه وضع مردم رو بهتر بکنه. و از این حکومت و از این چنین سیستمی، سیستم جمهوری اسلامی ایران، در ایران اتفاق بهتری نخواهد افتاد. کاملا درسته. من دیروز داشتم خیلی برای همین جریانات تو ایران اونقدر اعصابم خورد، همینجور نشستم یه چیزی نوشتم، اگر اجازه بدی اینجا بخونمش. بفرمایید. هر روز مردن یا یک بار برای همیشه به خاطر شرافت و میهنجان فدا کردن، هم میهنان زنده به گورم. به قول جاویدنام فریدون فرخزاد، این هنرمند اصیل ایرانی که برای ایران به دست جلادان جمهوری صفاکان
کارداجین شد، نه زندگی آنقدر شیرین است و نه مرگ آنقدر دردناک که به خاطرش در برابر ستم پیشگان سر فرود آوری. نفس کشیدن و به هر خفتی تن دادن برای 2 روز بیشتر زجر کشیدن آنقدر ارزش ندارد که گوشی بنشین بی تفاوت بنشین تا بلای جمهوری اسلامی بر سرت نازل شود. امروز که نه، 1400 اندی که تازیان وحشی صفت این ملک نازنین را اشغال کردند، اگرچه بیماران که تا مغز و استخوانشان را سرطان اسلام مانند موریان جویده، گمان می کنند که در فلاکت و لجنزار این حکومت زندگی کردن نوعی جهاد برای حفظ اسلام است. اسلام شریر محمدی است. همچنان در خواب غفلت حاضر هستند آینده میهن و فرزندانشان را فدای حفظ اسلام کنند و ایران زیبایمان را تیکه تیکه. آهای روسیاهان تاریخ با همون کسایی هستن که فقط تو دارن میرن جلو، نفس میکشن و زندگی نمیکنن، نسبت به ایران، تاریخ ایران و آینده ایران بی تفاوتن. واماندگان از خرد بریزان، کجای این گیتی و کدام انسانی که شرافت را میشناسد حاضر است در خانهش را به روی دزد و متجاوز بگشاید که شما فریب خوردگان عشق شراب و حوری این چنین تن به خفت و بردگی داده اید. آهای فرومایگان بزدل، کور و کر شده اید و بساط جور و جفای این از خدا بیخبران را نمیبینید. آه و حسرت کودک و پیر و جوان را نمی شنوی. در توهم سکس با کدام حوری بهشتی هستید که این چنین مسخ چرندیات پیام‌آوران مرگ و وحشت تباهی شده اید. نان که سهل است، شرافت را در وجودتان کشتند. دختران زیباروی سرزمینمان را 2 دستی تقدیم نیاکان پلیدن در پلیدشان می کنند و نامش را جهاد نکاح با نوادگان امامان حرامزادهشان می گذارند. جوانان سرقامتمان را در خیابان و دریا و آسمان زمین به کام مرگ می فرستند و نامشان را در تاریخ سراسر دروغشان اختشاشگر و اخلالگر می گذارند. دخترکان و پسرکانمان را سر 4 راه به بردگی می کشانند و مردان خانواده را محتاط و سر در گریبان می کنند که کسی از نسل ایرانی نماند که مبادا بابکی دیگر زاده شود. نویدها و پویاها را پرپر می کنند و مادران را داغدار و خائنین ایران را به نام پهلوان در پاچه ملت می کنند تا فراموش کنیم که روزگاران این سرزمین رستم ها و آریو برزن ها و یوتاب ها و فرخزاد ها داشتند. خاری و ذلت تا کی و کجا؟ بر استخوان‌های پوسیده شاش و شتر خاران و وحشیان بیابانگرد مرسی خواندن تا به کی؟ آیا زمانش نرسیده که برای مظلومیت مردمان سرزمین زال و رستم گریه که نه شمشیر از نیام برکشی؟ آیا مظلوم تر از ندا و سهراب و محسن و هزاران هزار ستم دیده ایرانی در جهان وجود دارد که این چنین بر سر سینه میکوبی و با افتخار میگویی من سگ رقیه و موالی تازیانم؟ آهای پوسید مغزان و درید چشمان، این خانه نشیمنگه پتیارگان و این ملت عروسک خیمه شبازی گردانندگان یواشیکی های ایران ویران شدند. برای مظلومیت حسین سینه چاک میدهی و برای ستمی که بر زینب رفته گریبان میدری، اما مظلومیت فرزاد و پویا و ندا و ستم بر مادران داغدار را نمیبینی؟ در کجای تاریخ شوم عصر حجر مونده و گریه کدام یک از عقده های درونت را تسکین می دهد که این چنین خود را گلمار و خون آلوده می کنی؟ شرم تاریخ بر تو ایرانی مسلمان، شرم زمین و زمان بر تو که خصلت تازیان چنان روحت را اسیر کرده که حاضری تاریخ از تو در آینده به عنوان نادانترین و ابلهترین یاد کند، اما از این تعفن کده بی مرز پای بیرون ننهی. برخیز و بار دیگر این تن فرسوده و عقل زنگار بسته ات را از زنجیر توهمات اسلام که هیچ ربطی به تو ایرانی خرد باخته ندارد برهان و محکم و
استوار، شرافت لجنمال شده ات را فریاد بزن که یا مانند آرش برای ایران جان دهی یا مانند خاجگان در اندرونی ملایان کاسلیسی کنید. امروز نشستن به امام و به امامزادگان در سیل و فاضلاب بوته بر دخیل بستن برای تو ای ایرانی نه نان می شود و نه آزادی و نه آزادگی. رهاشو از بند خرافاتی که صده هاست به خوردت دادن. التماس تفکر. یعنی اینقدر اعصابم خورد بود خون خون آدم میخوره. تو ببین ما به کجاها رسیدیم که باید این دین اهریمنی این مردم رو این گونه مسخ کنه و بشینن منتظر باشن امامزاد داوودی که فاضلاب تهران و شهر ری و همه اینجا تو هم پیچون بردش معلوم نیست کجا کدوم ته فاضلاب مونده براشون بیاد که نجاتشون بده. درسته. ولی حیفم اومد که نخونم. نه بسیار جالب بود و مبارزه با خرافات و بیخردی و در واقع این افکار پوسیده وارداتی یکی از اولویت‌های هر ایرانی آگاهی باید باشه و تا ما با تکلیفمون رو روشن نکنیم با این در واقع دین وارداتی و با این سیستم پسمانده 1400 ساله غیر ایرانی در واقع ان ایرانی تا تکلیفمون روشن نکنیم هیچ آینده بهتری در انتظار این مردم نخواهد بود حتی اگر این حکومت نباشه. سپاس از شما بانو که منو به این برنامه دعوت کردیم. بسیار استفاده کردیم، مطمئنن بینندگانم استفاده میکنن. دوستان عزیز لطفاً در پخش و نشر این ویدیوها با جنبش رنسانس ایرانی همکاری کنین که دوستان و همیهنان بیشتری بتونن از این ویدیوها استفاده کنن. سپاس از حضور گرمت بانو آلتمیز. تا برنامه دیگه بدرود. بدرود پاینده.